قرغزستان از برگزاری های مشق‌های حربی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا اودکبه در قلمرو خود دست کشید. این مشق‌ها باید از 9 تا 14 اکتبر صورت می‌گرفتند. وزارت مدافع قرغزستان گفت تصمیم خود را از برگزاری این مشق‌ها بر وقت گرفته بود، ولی طوری به نظر می‌رسد این تصمیم بیانگر اختلاف نظر جدی بین بیشکک و اودکبه، یکی از سازمان‌های منطقوی تحت نفوذ مسکو است. قرار معلوم پرزیدنت قرغزستان صادق جابوروف روز 7 اکتبر برای تبریک 70 سالگی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به سن پترزبورگ نرفت. فرمان پوتین درباره با اردن برای خدمت به وطن درجه 3 سرفراز گردانیدن پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان باعث جنجال نو دیپلماتی بین دوشنبه و بیشکک شد. مقامات اودکبه تا کنون تصمیم بیشکک در مورد خودداری از برگزاری مشق‌های حربی کشورهای عضو این سازمان در قلمرو قرغزستان را شرح ندادند. وزارت مدافع قرغزستان در بیانیه‌اش تنها گفته است که در مورد لغو مشق‌های فرماندهی و ستادی نیروشیم براست و یا برادری شکست نوپذیر 2022 که برگزاری آن در ماه‌های اکتبر سال 2022 در قلمرو قرغزستان به نقشه گرفته شده بود تصمیم گرفته شد. تولقینجان رحیمجانوف سخنگوی وزارت مدافع قرغزستان نیز با تصدیق این خبر به رادیو آزادیق گفت بله مشق‌ها لغو شدند. رهبران وزارت مدافع تصمیم گرفتند که این مشق‌ها را که باید از 9 تا 14 اکتبر دایر میشد برگزار نکنند. در اصل این قرار امروز نه بر وقت قبول شده بود و ما امروز رسما اعلانش کردیم. اودکبه که سال 1992 تأسیس یافته است، 6 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان را متحد میکند، ولی همه میدونند که تصمیم گیرنده اساسی در این سازمان منطقوی مسکو است. معاون سابق وزیر مدافع قرغزستان مراد بیشنوف خودداری بیشکک از برگزاری این مشق‌های حربی را تصمیم درست نامید و گفت مناقشه خونین ماه سپتامبر در مرز بین دو کشور عضو اودکبه قرغزستان و تاجیکستان به ابروی این سازمان ضربه سخت زد. در نشست روز 7 اکتبر معاونان وزیران خارجه اودکبه در اریوان، معاون وزیر خارجه قرغزستان نورلان نیوزالیف جانب تاجیکستان را به تجاوزکاری عیبدار کرده خواستار از طریق عوض کردن آیین‌نامه‌اش هرچه زودتر به کار انداختن مکانیزمی شد که از مناقشه مسلحانه بین کشورهای عضو اودکبه در آینده پیشگیری کنند. و اما معاون وزیر خارجه تاجیکستان صادق امومی در نشست اریوان برعکس عملهای قرغزستان را تجاوز کرونه و خلاف الگوریتم فعالیت اودکبه و مقررات سندهای آیین‌نامه‌ای این سازمان نامید و گفت در حالی که تاجیکستان در مقابل تهدیدهای جدی به تمام منطقه آسیای مرکزی مجبور است برای حفظ مرزهای جنوبی منطقه امنیت دست جمعی آسیای مرکزی نیروها و واسطه‌های زیاد اعزام کند، اخواگری‌ها در منطقه سرحدی تاجیکستان و قرغزستان قابل قبول نیست. وزیر خارجه قرغزستان ژنبه کولیبایف نیز روز 3 اکتبر در ملاقات با دبیر کل اودکبه استانیسلاف زاس در بیشکک به ضرورت زودتر به کار انداختن مکانیزم‌های اودکبه در مورد مناقشه اخیر در مرز قرغزستان و تاجیکستان تاکید کرده بود. سیاستشناس قرغز مارس سریف بر این است که اودکبه همچون سازمان زیر نظر روسیه در ورطه یک بوران عمیق قرار گرفته است. روز 7 اکتبر پرزیدنت قرغزستان صادق جابوروف یگانه پرزیدنت اساسیای مرکزی بود که با نشست غیر رسمی سران اسنگه به سن پترزبورگ نرفت. این نشست دقیق در روز به سن 70 رسیدن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دایر شد و رهبران کشورهای دیگر از آن برای تبریک پوتین استفاده کردند، چیزی که کرمل چشمدار بود. سخنگوی پرزیدنت قرغزستان اربول سلطانبایف گفت که جابوروف به سبب مصروفیت زیاد در جدول کاریش به پترزبورگ نرفت، ولی به نظر بسیاری ها سبب اصلی البته نه جدول کاری بلکه ناراحتی جابوروف از حوادث اخیر اطراف کشورش و موضع‌گیری های پوتین و کرمل در بابت این حوادث بود. مناقشه روزهای 14 سپتامبر سال 2022 با بیش از 120 کشته و بیش از 400 زخمیش خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های مرزی تمام آسیای مرکزی بعد سقوط اتحاد شوروی دانسته می شود.